روز 16 فوریه 27 بهمن ساعتی پس از کنفرانس امنیتی مونیخ، شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفتگویی را با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پخش کرد که ظریف در آن گفت که ما امکان باز کردن و استخراج اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ساقط شده را نداریم، اما جعبه سیاه را به کشور دیگری هم تحویل نمی دهیم. او نگفت به چه دلیل جعبه سیاه را وقتی که امکان گشودن آن در داخل کشور وجود ندارد به کشور اوکراین، صاحب هواپیما و یا به شرکت سازنده این هواپیما تحویل نمی دهند. گفتن چنین حرفی جدا از دهنکجی دیوانوار به ملت‌ها و دولت‌هایی که شهروندانشان در آن حمله موشکی جان باخته اند، توهینی آشکار به انسانیت و افکار عمومی جهان است. البته که این حرف ظریف بیش از پیش احتمال تعمدی هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری را نه تنها برجسته می کند، بلکه این گمان را نیز تقویت می کند که جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران اسرار وحشتناکی را در خود دارد که افشای آن پایه‌های سست رژیم را به بحران شدید خواهد کشاند. با این تفاوت که این بار دامنه چنان بحرانی ضمن فراگیری داخلی به طور مستقیم به جهان نیز مربوط است و واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه خواهد داشت. چنین صراحت و قاطعیتی در پنهان کردن جعبه سیاه چیزی نیست جز ترس از عواقب گشایش راز جنایتی عظیم که رژیم نه در سطح بین المللی و نه در درون کشور توانایی کنترل واکنش‌های پس از آن را ندارد. از این جهت رژیم بدون هیچ دلیل قانع کننده ای خود را موظف می‌داند تا راز جعبه سیاه هواپیما که حکم جعبه افسانه‌ای پاندورا را پیدا کرده همچنان مخفی نگه دارد. این اصرار حکومت اسلامی با فرض اینکه هر کشوری که هواپیما در آن سقوط کرده میتواند اطلاعات جعبه سیاه هواپیما را خود باز کند، موقعی پذیرفتنی است که کشور مورد نظر امکان دستیابی به محتوای جعبه سیاه را داشته باشد. اما وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعتراف می کند که کشورش فاقد تکنولوژی گشایش جعبه سیاه است، اصرار به ندادن جعبه سیاه به کمپانی سازنده آن جنرال الکتریک و یا به کشورهایی که به طریقی در این ماجرا آسیب دیده اند برای چیست؟ آیا واضح‌تر از سخنان وزیر امور خارجه رژیم که تیتر رسانه‌های جهانی شد می توان گفت که بله، چیزهایی در جعبه سیاه وجود دارد که برای رژیم اسلامی مفهوم مرگ یا دست کم به جان خریدن یک بحران بسیار سخت با تحریم‌های جهانی را در پی خواهد داشت. از این رو طبق بسیاری از عملکردهای فاجعه‌بار پیشین رژیم، این بار نیز حکومت اسلامی از سنت سکوت و عدم پاسخگویی و بازی با زمان برای به فراموشی سپردن موضوع نزد عموم پیروی می کند و به همین جهت نیز قصد دارد با بی پاسخی و فرسایشی کردن این موضوع هولناک و در عین حال داغ، آن را به مرور زمان از اذهان دور و به فراموشی براند تا برای حیات خود زمان بخرد. اما روشن است که سکوت و پاسخ نگفتن رژیم در موقعیت امروز ایران خشم از رژیم را بیش از همیشه در میان مردم انباشته خواهد کرد و بعید است با همه ترفندهای رژیم مردم ایران آن را فراموش کنند و رژیم باید در اعتراضهای آینده منتظر واکنشهای مختلف مردم به دروغ بافی سه روزه برای کتمان دخالت خود و سپس اعتراف و همزمان تعدی و فشار و سانسور شدید بر بازماندگان حادثه و در نهایت عدم پاسخگویی به چگونگی ماجرا و مخفی کردن جعبه سیاه باشد. همان گونه که کشتار بیرحمانه و خارج از تصور ماه آبان
از خاطره زخم خورده مردم جدا نخواهد شد و سند این واقعیت شعار 1500 نفر کشته آبان ماست که دو روز قبل توسط دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در گرد همایی تحریم انتخابات سرداده شد. از این پس در هر اتفاقی که مردم ایران علیه حکومت اسلامی رقم خواهند زد، چند موضوع و از جمله کشتن مسافران این هواپیما و کشتار 1500 نفره ماه آبان و بیتوجهی نسبت به آمار جانباختگان به صورت یک مطالبه جدی در رخدادهای خیابانی جلوه خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست امنیتی مونیخ فرصت یافت تا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا چند دقیقه درباره موضوع جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده توسط سپاه پاسداران صحبت کند. طبق نوشته و گفته خبرگزاری های جهانی، ظاهراً ترودو روی حرف ظریف حساب کرده که به احتمال زیاد این خوشبینی ترودو از آنجا ناشی می شود که او رژیم اسلامی را به مانند یک سیستم سیاسی متعارف مانند کشورهای دیگر فرض کرده و نمی داند که هر قولی که نماینده حکومت اسلامی به او داده طبق تمام دغلکاری های مکتب سیاسی رژیم فاقد اعتبار و تعهد است. ترودو احتمالاً نمی داند که حکومت اسلامی ایران در خوشبینانه ترین حالت دارای دو چهره داخلی و جهانی است. اگر ترودو با این ذات و ماهیت رژیم حاکم بر ایران آشنایی دارد، در این صورت تنها خواسته است به رسم دیپلماتیک از این ملاقات که معمول در جهان سیاست است، محتاطانه و خوشبینانه سخن بگوید. هرچند پس از این ملاقات کوتاه ترودو با ظریف، نخست وزیر کانادا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که چرا با شیطان دست داده و البته ترودو به انتقادها پاسخ داده و گفته است من به خانواده قربانیان قول داده ام هر کاری که از من ساخته است انجام خواهم داد. در این میان اما فلیپ شمپین وزیر امور خارجه کانادا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که به همراه وزرای خارجه بریتانیا، سوئد، افغانستان و اوکراین ملاقاتی مشترک با ظریف داشته، از او خواسته است خسارت از بین بردن هواپیما و مسافرانش باید طبق استاندارد جهانی صورت گیرد. وزیر امور خارجه کانادا در این دیدار تأکید کرده که ما حکومت اسلامی را با رفتارش مورد قضاوت قرار خواهیم داد، نه با گفتار نمایندگانش در خارج ایران. نمایندگان رژیم اسلامی هر بار که جلوی دوربین رسانه‌های جهانی قرار می‌گیرند با وقاحت کم نظیری دروغ می‌گویند که گاه مثل احمدی نژاد که گفت در کشورش چیزی به نام همجنسگرای وجود ندارد تبدیل به یک جوک می‌شود، یا همین محمد جواد ظریف که چندی قبل در گفتگو با یک رسانه بین المللی ادعا کرد که بهائیان در ایران از آزادی شهروندی برخوردارند، و یا چندین بار حسن روحانی در رسانه های جهانی درباره دموکراسی و انتخابات در ایران مجریان برنامه ها و بینندگان را وادار به ریشخند و تمسخر کرد. در همین حال اما واقع بینانه ترین سخن در شناخت ظریف را برایان هوک در گفتگو با ایندیپندنت فارسی مطرح کرده است. هوک گفت چهره واقعی جمهوری اسلامی را باید در سخنان و رفتار افرادی مثل دبیر شورای نگهبان احمد جنتی دید و شناخت، نه در محمد جواد ظریف. واقعیت امر هم چنین است. ظریف کاری در دستگاه سیاسی کشور نیست. ظریف آنچه را که افرادی همچون جنتی فرتود جسمی و فکری بیان می کنند مأموریت دارد در خارج از ایران سخنان این برخاستگان از گور تاریخ را تا
طوری آراسته اش کند که مفهومی غیر از نیت آنان تعبیر شود. جمهوری اسلامی از ابتدای مطرح شدنش دارای چنین ماهیت ننگینی بود. همان کاری که از پیش از قدرت گرفتن خمینی و عموماً در پاریس توسط یزدی و قطبزاده و بنی صدر انجام می شد. یعنی همان ریاکاری و به اصطلاح عامه رنگ کردن گنجشک و فروختنش به جای بلبل. این چیزی است که برایان هوک به خوبی روی این چهره رژیم اسلامی انگشت گذاشته است. حالا شناخت جهان از رژیم اسلامی محدود به لبخند خاتمی و خنده های روحانی و ظریف در برابر دوربین نیست. ملاک جهان رفتاری است که حکومت اسلامی بروز می دهد، همچون کشتار 1500 نفره مردم بیدفاع در 3 روز به موشک بستن هواپیمای مسافربری و پاسخ ندادن به خواست سازمان‌های جهانی حقوق بشری برای اعلام آمار کشته شدگان ماه آبان. رژیم اما در سراشیب سقوط همچنان به سیاه بازی معمول خود ادامه می دهد. نه مسئولیت اعلام آمار کشته شدگان ماه آبان را ارائه می دهد و نه جعبه سیاه هواپیمای مسافربری را به نهادی صاحب صلاحیت، چرا که به خوبی می داند اعلام و پاسخ هر موردی از جنایاتش به موج تازه‌ای از اعتراض‌ها تبدیل خواهد شد. موجی چنان سهمگین که ممکن است نتواند در برابرش مقاومت کند.